سلام خانم عاطفه انتظامی، احوال شما؟ سلام و درود خدمت شما و دوستان عزیزم، در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. خب میخوام از داستان خودتون بگین و اینکه چه جوری با رژیم کتو آشنا شدین. من 2 سال و 4 ماهه که کتوزیست هستم و سبک کتوژنیکو برای زندگیم، برای ادامه زندگیم انتخاب کردم. انگیزه اولیه برای شروع کردن رژیم کتوژنیک برای شما چی بود؟ خب من در واقع مهمترین هدفم دیابتم بود، چون بعد از بارداری دومم متوجه شدم که دیابت دارم. البته اوائلش دکترم میگفت که احتمالاً دیابت بارداری هست، ولی بعد از زایمان هم این دیابت همراه من موند و مجبور بودم که هم قرص بخورم و هم انسولین تزریق کنم. البته انسولین رو فقط در دوره بارداری تزریق میکردم. بعد از اون خودم خیلی دوست داشتم که با قرص این بیماری رو کنترل کنم، اما خب هر دفعه با دوز قرصهای بالا موفق نشدم که قند خونم رو پایین بیارم. دیگه بعد از اون متوجه شدم که تو این سبک میشه دیابت رو درمان کرد و من هم شروع کردم انجام دادن کتوژنیک. بله ادامه بدین، مشکل نیست، یادم میمونه. بله بعد که تو این سبک بودم و به قول معروف برنامه های کتوژنیک رو انجام میدادم، قند خونم اومد پایین و خودم و البته با مشورت پزشکم کم کم دوز قرصا رو آوردیم پایین و الان خدا رو شکر دیگه هیچ قرصی استفاده نمی کنم. خب دوران بارداری انسولین استفاده می کردین، بعدش با دارو، کلن مصرف دارو و انسولینتون چقدر طول کشید؟ چه مدت درگیر دیابت بودین؟ من نزدیک 3 سال 9 ماهش که حالا دوره بارداریم بود، بعد از اون هم نزدیک 2 سال و نیم دیابت داشتم. هم قرص میخوردم، میگم هر بار پزشکم میگفت که باید انسولین تزریق کنم، ولی خب من به قول معروف چون از انسولین خاطره خوبی نداشتم، برام خیلی سخت بود، مقاومت میکردم و هی از دکترم میخواستم که دوز قرصا رو ببره بالا برام، ولی خب با روزی 4 تا قرصی که میخوردم قند خونم هرگز از 400 پایین تر نمیومد. یعنی مینیمومش حداقلش 400 بوده با دارو و اینها؟ 4 تا قرص قند خونم 400. پس شما 3 سال درگیر دیابت بودین، یه مدت انسولین، بعدش هم با دارو، حد اکثر کنترلی که میتونستین بکنین این بود که روی 400 نگهش دارین. بله کاملا. بعد رژیمی که طوری که شروع کردین چقدر طول کشید که بهبودی رو ببینین توی نتایج آزمایشتون و همچنین روی خانش هایی که روی دستگاه قند خانتون داشتین؟ من هر روز قند خونم کنترل میکردم. 3 روز اول خب برام یه خورده سخت بود شروعش، چون خیلی ترس داشتم از این که دچار افت قند بشم. خب حالا مشکلاتی که دیابتی ها دارن در واقع، 3 روز اول یه خورده برام سخت گذشت، ولی بعد از اون از روز 5 و 6 قند خون من هر روز پایین تر می اومد. عکساش همه تو پیجم موجوده، گذاشتم عکسا رو هست، و از روز 6 همینطوری 100 تا 100 تا به قول معروف قند خونم می اومد پایین تا اینکه رسید به 130. بعد توی چند روز، این گفتین بعد از 5-6 روز 100 تا 100 تا می اومد پایین، بعد کی رسید به 130؟ من کاملا از هفته دوم کتوژنیک کلن قرصامو قطع کردم، یعنی 6 روز اول که قند خونم به حدود 300 یا 280 اینا رسید با دکترم صحبت کردم، قرص ناشتا و قرص ظهرمو قطع کردم و بعد از اون هم از روز 15 کلن متفورمین رو من قطع کردم. از روز 15 کلن متفورمین قطع شد.
پس یه بیماری که 3 سال شما گیرش بودین با 15 روز رژیم کتو گرفتن شما تونستین بیارینش کنترلش بکنین، سطح خون، قند خونتون رو به 130 برسونین توی فقط 15 روز از 400. بهترین دارو پس نشون میده که همون غذایی هست که ما داریم میخوریم، اگر به اون توجه بکنیم میتونیم شرایط بدنیمون هم تغییر بدیم. بعد یه سوال که واسه هم پیش میاد و ممکنه واسه خیلی های دیگه هم پیش بیاد اینه که پزشکایی رو که با سبک کتوجنیک آشنا باشن و حمایت کنن از بیمارانی که میخوان از این سبک حمایت بکنن چجوری میشه پیدا کرد؟ چون که بعضا مثلا توی آمریکا خب خیلی معروفن، خیلی راحت میشه پیداشون کرد. توی ایران خیلی پزشکی نمیبینم که حمایت بکنه، حالا تو شهرهای بزرگ کم بهتر، توی شهرهای کوچیک خیلی بدتر. از شما که میدونید من اسم پزشکتونم حتی نمیدونم، پس اصلا این برنامه تبلیغی نیست، فقط میخوام بدونم که پزشکی که پیشش میرفتین و از سبک تغذیه شما آگاهی داشت، حمایتتون میکرد و خیلی خوب همکاری کرد که داروتون رو بیارین پایین، اگر میشه اسمش رو بگین که کسایی که توی شهر شما زندگی میکنن بتونن بهشون مراجعه بکنن. من دکترم اصلا مرتبط با این رژیم کتوژنیک نبود، یا در واقع همین سبک کتوژنیک نبود. دکتر من متخصص برای همین قند خونم و اینها بود که باش در ارتباط بودم و همیشه آزمایشامو نشونشون میدادم و البته بهشونم گفتم که من کتوزیست شدم و سبک کتوژنیک رو انتخاب کردم. خب ایشونم حالا طبق فرمایش خودتون خیلی آشنایتی با این سبک نداشتن، ولی خب به هر حال منو تشویق میکرد چون میدید که روز به روز قند خونم داره میاد پایین و نتایج قابل قبوله. خب ایشونم خوشحال بود. البته میگم دکتر خاصی نیستن که من بخوام اسمشونو اینجا بگم یا عنوان کنم، چون من کتو رو با تحقیق خودم یاد گرفتم، یعنی از اینستا، از پیجای مختلف، از پیج کتوزیست اینا رو تحقیق کردم و یاد گرفتم. حالا الان خب به قول معروف دکترای زیادی هستن که دکتر تغذیه ان و این سبک رو به قول گفتنی انجام میدن و به مراجع کننده هاشون میدن. حالا اگه منظورتون اونا هستن اونا رو میتونم بهتون معرفی کنم، ولی دکتر خودم که درباره دیابت هم بود ربطی به کتوژنیک نداشتن. من حالا این جنبه رو میگم که وقتی که شما اسم رژیمتون رو بردین یا ویژگی های رژیمتون رو بهشون گفتین، از این لحاظ یه جا نخورده و حمایتش رو از شما قطع نکرده، این خب خیلی ذهن بازی رو میطلبه. بله نه ایشون هم میگم چون دکتر دیابت من بودن و همیشه هم هر دفعه که منو میدیدن به میگفتن باید انسولین بزنی، حتی بار آخر من رو تهدید کردن، گفتن دفعه دیگه که میای اینجا یا باید قبول کنی که انسولین بزنی یا اینکه من دیگه برای دارو نمی نویسم. وقتی که بعد از 2 ماهی که یعنی از 15 روزی که شروع کردم کتوجنیکو و آزمایشامو براشون بردم، خب ایشون هم خیلی خوشحال شد و من گفتم که سبک کتوجنیکو انتخاب کردم. فکر میکنم خودشون هم زیاد آشنایت با این سبک نداشتن، نمیدونم واقعا. بعد از دیدن تغییری که توی نتایج آزمایش بود متعجب نشد و علاقه من نشد در مورد سبک زندگی جدید شما چیز بیشتری بفهمه؟ نه والا راستش از من که زیاد نپرسیدم، فقط من خودم گفتم بهشون که من سبک کتوژنیک رو انتخاب کردم، حالا اگه آشنا بودن یا نه نمیدونم. پس طبیعتا از پاسخی که میدین حدس میزنم که کسی رو هم نمیشناسین که همون پزشک کار کرده و مثلا اون پزشک مطابق تجربه شما، تجربه که از کار با شما داشته، به کس دیگه هم رژیم کتوژنیک رو پیشنهاد کرده باشه. چنین نبوده درسته؟ نه من خدا رو شکر دیگه هرگز ندیدم این دکترم و چون احتیاج نداشتم بهشون و دیگه اطلاعی ندارم که شایدیشون. البته من خودم به اندازه کافی تو پیجم، توی اینستا، توی تلگرام به خیلی دوستان این سبک رو معرفی میکنم.
و بهشون میگم که در واقع این سبک درمان دیابت هم هست، ولی از بابت اینکه کسی پزشک رو بخوام بشناسم نه اینطوری. کسای دیگه هم دور بر شما بودن که دچار دیابت باشن و شما بتونین کمکشون بکنین و همون نتایج مشابه شما رو ببینن، مثلا بعد از 15 روز دارو رو کلا قطع بکنن؟ بله من دوستان زیادی دارم توی این استا، چون مدتی پیج من معرفی شد برای به عنوان کسی که دیابت رو درمان کرده بود با کتوژنیک، پیج من خیلی معرفی شد به دوستان و خیلی دوستان زیادی دارم الان که شاید نشناسمشون ولی توی مجازی و توی اینستا خب زیاد با هم در ارتباط هستیم، آزمایشاشون رو برای من میفرستن، از من کمک میگیرن که حالا من تجربه‌مو در اختیارشون میذارم و بهشون میگم که چطوری شروع کنن، چطوری انجامش بدن. دوستان زیادی هستن. بله. بعد حالا وقتی که شما میخواستین رژیم رو شروع بکنین، یه چالشی گفتین که خیلی نگران افت شدید قند یا همون قضیه هایپوگلایسیمیا بودین، دیگه چه چالش هایی روبرو بودین وقتی که میخواستین رژیم رو شروع بکنین؟ بله برای من مهمترین چیز همین افت قندم بود، چون حتی زمانی که کتوزیستم نبودم با اینکه خورد و خوراک زیادی داشتم برام پیش میومد که گاهی دچار افت قند می شدم. منی که قندم همیشه بالای 300 بود، گهگداری یهو قندم می اومد روی 60-70 و این برای کسی که دیابت داره واقعا خطرناکه و یه جورایی نزدیک به کما هست برای این سری افراد. خب معمولا تو این شرایط میگن قند بخورین، آب قند بخورین، آب نبات بخورین که این قند خون تنظیم بشه، ولی من توی مدت ترسم از همین مورد بود، ولی خب خدا رو شکر چون قبلش خیلی خونده بودم، خیلی تحقیق کرده بودم، این مشکل رو اصلا نداشتم تو این دوره و خودم اسمشو گذاشته بودم دوره طلایی. یعنی به دوستامم که گاهی کسانی که دیابت دارن میخوام بهشون بگم، همیشه بهشون میگم مواظب به اون ساعت طلایی و اون دوره طلایی باشی، چون اگر ما دیابتی ها اجازه بدیم که گرسنه بشیم، اگه به اون لحظه گرسنگی برسیم و قند خونمون افت کنه و بیاد پایین، دیگه کارش سخت میشه نگه داشتنش و کنترل کردنه. من چیزی که خیلی دوست داشتم و خوشحالم این که اون دوره طلایی رو برای خودم کاملا شناخته بودم، یعنی میدونستم که چه جوری باشم که به اون حالت نرسم و اون حالت برام پیش نیاد. خب چی کار میکردین که اون حالت پیش نیاد؟ دیگه سه روز اول که میگم سه روز سختش بود، من هیچ وقت اجازه نمیدادم گرسنه بشم. هر زمانی که گرسنه بودم از مجازهای کتو میخوردم که البته بهتریناش برای من همین چربیهای سالم، گوشت و سبزیجات. شاید برای شروع من سه روز اول روزی 5 یا 6 وعده غذا میخوردم، نه اینکه حالا خیلی زیاد، ولی خب اجازه نمیدادم که گرسنه بشم. بعد از 3 روز که خب کم کم بدنم وارد، یعنی آشنا شد با این سبک، که خب دیگه همونجوری که خودتون میدونید کم کم بی اشتهایی و اینها پیش میاد، که خب میگم من فقط 3 روز اولشو خیلی مواظب بودم چون قبل از اون هم بارها دچار افت قند شده بودم، این 3 روز برام پر از ترس و دلهوره و هیجان بود. پس با خوردن وعده‌های بیشتر و اینکه نذاشتین گرسنه‌تون بشه تونستین تحت کنترل قرار بدین که یه موقع دچار افت شدید قند یا هایپوگلایسیمیا نشین. ولی احتمالاً هم یه قضیهش چیز بوده، این که بدنتون چربی سوز شده بوده، و هم یه جنبه دیگهش ممکنه این بوده که دیگه خیالتون راحت شده بوده که آره من وقتی که غذای پرچرب میخورم به این سریعی هم گرسنه‌ام نمیشه. یه بخشش هم آشنایی روانی شما و حافظه شما با این رژیم بوده. بله درسته، همین که قبلش بخونی بدونی چه اتفاقاتی میفته، به قول شما خودش حالت تلقین هم هست که وقتی بدونی داری غذای پرچرب و سالم میخوری، خب قطعا دیگه به اون زودی ها گرسنه نمیشی
و همطور که میدونید کربوهیدرات ها هم تحریک انسولین خیلی زیادی دارن. وقتی که اینا رو قطع میکنی خب خواه‌ناخواه بدن به یه سمت سوی دیگه میره. درسته. و خب شما در مورد مطالعاتتون گفتین یه بخشش که واقعا خیلی عجیب هست، اینه که هست که از اینستاگرام خیلی چیزا رو یاد گرفته بودین، در صورتی که برای خود من اینستاگرام خیلی حواس پرت ایجاد کنه، جایی نیست که چیزی ازش یاد میگیرم، ولی خیلی جالب بوده و احتمالا خیلی های دیگه هم مثل شما هستن که مطالبشون رو از اینستاگرام میگیرن. یک، میخوام بدونم که چه صفحه‌های اینستاگرامی رو دنبال میکردین که این اطلاعات رو به شما میدادن و پشتیبان شما بودن، و اینکه اگر کتابی، سایتی، چیزی خوندید اونها رو هم معرفی بکنید که شنوندگان اگر علاقه‌مند بودن اونها رو هم مراجعه بکنن. بله، من برای شروع خب واقعا میگم تمام اون چیزی که یاد گرفتم و استارت اولیم از پیج کتوزیست بود که ایشون هم یک محققی هستن که صادقانه تمام اون چیزی که بلدن رو به دیگران یاد میدن. اون مبحثی که شما فرمودید راجع به اینستاگرام هم میتونه خیلی بد باشه هم میتونه خیلی خوب باشه. من سعی کردم که دنبال اون چیزی که واقعا هستم توی اینستا بگردم و میگم وقتی که پیج کتوزیست رو انتخاب کردم، فالو کردم، دیگه بعد از اون تمام پیج های کتویی پشت سرش اومد برام. ولی خب در صورت کتاب هم من دوره های آنگ اصلانیان مدرسه فیتنس رو گذروندم، دوره هاش رو خوندم، کتاب هاش رو خوندم، چند تا کتاب دارن حالا الان دم دستم نیست، اون کتاب هم خیلی به من کمک کرد و دوره صوتی که گذروندم دوره هاشون به صورت فایل هست که البته خریدنیه، من اونها رو گذروندم، هم اونجا یاد گرفتم. ولی خب میگم استارت اولیه هم پیج کتوزیست بود که رایگانه و از اونجا هم چون خودم رو شاگرد ایشون میدونم تصمیم گرفتم که هر چیزی که یاد گرفتم رو به رایگان به دوستانم یاد بدم. بسیارم عالی. بعد از اینکه اون 15 روز تموم شد و اینها، روزایی هم بود که شما ناپرهیزی بکنین و بعد مشکلاتی شبیه روزای قبل واسهتون ایجاد بشه؟ در واقع اگر منظورتون همون چیت هست، بله خب من تو این دو سال به تعداد کمتر از انگشته یه دست چیت داشتم و هر بار هم پشیمون دوباره برگشتم به این سبک و چیت هام هم البته ناخواسته و حالا توی شرایط روحی خیلی بدی بوده به هر صورت. ولی به محض اینکه غذای غیر کتویی خوردم، همیشه یا گرسنه بودم، حالا قند خونم که بماند که دوباره میرفت بالا یا دوباره افت داشتم، اینا همه شرایط بدی بود که بعد از چیت برام پیش میاد. و چیتو اصلا به دوستان توصیه نمی کنم. من خودم هم میگم شاید دو بار یا نهایتا سه بار شرایط سخت زندگی که حالا برام پیش اومده، ناخواسته این مسئله برام پیش اومده و همیشه میگم دیگه، یا همیشه گرسنه بودم، هیچ وقت احساس خوبی نداشتم از این بابت. و این یک از ویژگی‌های خیلی خوبه که تو هست که اینقدر زندگی آدم رو راحت میکنه و ساده میکنه که همینجور که شما گفتین، این که روزایی که چیت میکردین، روزایی که حالا من واژه فارسیشو بیشتر میپسندم ناپرهیزی میکردین، اینجوری نبوده که شما فقط با فکرتون به خودتون بگین که کار اشتباهی کردم، شما اون اثرشو کامل حس میکردین، کامل میدیدید که دوباره همون حسای گرسنگی اینها به وجود میاد و وقتی که حالت مخالف کتو رو احساس میکنین بیشتر اتفاقا تعقیب میشین که برگردین به همون سبک زندگی سالم و سبک زندگی کتویی. و یه چیزی که میتونه خیلی خوب قضیه رو روشن بکنه، حالا ما خیلی از واژه های تخصصی استفاده کردیم، حالا نه خیلی هم ولی خیلی ملموس نیستن، مثلا کتو ممکنه کسی که میشنوه آنچنان باش آشنایی نداشته باشه، بهترین کار اینه که ما مثال بزنیم. شما مثلا اگر امروزتون رو بخواید شرح بدین که صبح که بیدار شدین
چی کار کردین، چه ساعتی غذا خوردین، یا یه روز نوعی رو مثال بزنین، میتونه به شنونده ها خیلی کمک بکنه و آموزنده باشه. بله، من چون بهتون گفتم اوایل 5 یا 6 وعده غذا میخوردم، الان لازم دونستم که بگم یک کتویی معمولا شاید 2 وعده یا حتی تک وعده ای باشه. من خودم معمولا 2 وعده هستم، چون تک وعده رو زیاد نمیپسندم به خاطر که متابولیسم من رو میاره خیلی پایین، کلا نمیتونم تو اون تک وعده اون چیزی که برای بدنم لازم هست رو برسونم. ولی خب معمولا 2 وعده هستن، صبح که بیدار میشم، از شب قبل که شام میخورم تا ساعت 12، 1 یا 2 که نهار میخورم معمولا چیزی نمیخورم به جز قهوه، حالا چای، دمنوش، هر چیزی که تو این صف باشه. بعدم که نهار دیگه، حالا نهارم که همیشه کنار بشقاب یک کتوی سبزیجات هست، حالا سالاد فصل، خیار، گوجه. نهارم که قسمت پروتئین و همون سبزیجات. شامم به همین شکل، حالا میخواد تخم مرغ باشه، کوکو باشه، کوکو سبزی. اما اون چیزی که خانواده میخورن فقط یه خورده‌ای برنج و نون و اینا کلن هست باشه، دیگه میمونه همون پروتئین و سبزیجات. شما حالا به مدد، یه لحظه گفتم مدده چون که به خاطر بیماری دیابتتون اومدین سبک کتوژنیک، میشه بعضی وقتا به این فکر بکنید که این بیماری برای شما یه موهبت بود که تونست زندگی شما رو بهتر هم بکنه؟ البته من بیشتر به این فکر میکنم که خب کتوژنیک برای من راه درمان بود. البته نکته مهمی که شما هم درست میفرمایید همون سبک سالم خوری و سالم زیستنه. الان توی ویدیوهایی که جدیدن خیلی میبینم آرد سفید به عنوان سم داره شناخته میشه بین پزشکان حالا و محققان به هر صورت. ولی خب برای من در واقع کتوژنیک شد، کتوژنیک و دیابت شد راه سلامت و سالم زیستن، حالا هم از جنبه درمان و هم از جنبه سالم خوری و سالم زیستن. سالم خوری و سالم زیستن خب یه اصطلاح خیلی عامی هست. اگر که شما بخواین حالا به حتی یه نفر که مشکل دیابت نداره، مشکل هیچ بیماری دیگه ای نداره، حتی چاق هم نیست، اگر بخواین یه چیزی رو توصیه بکنین که انجام بده از یکی از اجزای رژیم کتوژنیک رو، کدومش رو انتخاب میکنین که حتی کسی هم که مشکلی نداره دنبال بکنه که زندگیش بهتر بشه؟ من خودم فست رو پیشنهاد میدم. دختر خودم هم با اینکه 14 سالشه معمولا فستینگ رو انجام میده، بدون اینکه حالا نه کتوژنیک هست نه کتوزیست هست نه سبک خاصی نداره، ولی فستینگ رو همیشه معمولا انجام میده. یعنی از آخرین وعده‌ای که میخوره تا وعده بعدی بین 14 تا 16 ساعت چیزی نمیخوره. فستینگ به نظرم خیلی فواید خیلی خوبی داره، حالا همراه با کتوژنیک که دیگه خیلی فوایدش بیشتر میشه و خیلی هم راحت تحملش راحت میشه، یعنی اصلا تحملی نمیخواد چون که کاملا سیر هستین تو همه اون مدت. خیلی هم ممنون از وقتتون. فقط آدرس پیجتون رو هم بگین روی اینستا و اینکه کجا میتونن افراد شما رو دنبال بکنن. بله، من پیجم توی اینستا کتوی اندرلاین عاطفه هست و توی پیج کتوزیست هم عکسم هست و پیجم تک شده اونجا. دوستان میتونن از اون پیج و پیج خودم همراه من باشن. بسیار هم عالی. خیلی ممنون از وقتی که به ما دادید. ممنون از شما. متشکرم. شبتون بخیر.